سلام، به آدینه روز زیربنا خوش آمدید. باز هم با تعداد زیاد گزارش های تازه و مهم اقتصادی کشور که در طول این هفته اتفاق افتاده است، من ویدا ساغری تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما خواهم بود. جمعه روز. هنوز هزاران انسان در افغانستان به فقر مطلق به سر می برند. فساد در کشور بحث نگران کننده است. گزارشی در این مورد داشتیم که خدمتتان دوباره باز پخش می کنیم. افغانستان کشور است که هنوز هزاران پا برهنه و تن برهنه دارد. خانواده هایی هستند که با ناچاری و درماندگی شب و روزشان را در زیر خیمه ها به سر می برند. هنوز هزاران کودک از کسب تعلیم به دور بوده و مشغول کارهای شاقند. به باور برخی ها فساد اداری یکی از عوامل عمده این نارسایی ها می باشد. خدای مهربان است اگر رشوت بنسی و دمونگ کار و سی سو بکنید. دو پیر رای تطلی رای ما چاولی دست بودر یا رئیس جمهور دمونگ معلوم سی دمونگ دی جای غم اخری ما. 13 سال گذشت و هنوز هم فساد از ارگانهای دولتی برچیدن نشد. این شهروندان میگویند برای گرفتن سرپناه بارها به نهادهای حکومتی مراجعه کردند، اما کاغذ پرانی و فساد در درون این نهادها سبب شده تا اینان تا هنوز بی خانه بمانند. امی سرماشیش رشوت است. اگه این نمی بود هر کدام از یال صاحب خانه زمین تفلاش چرا به اسواد میمان؟ یعنی فساد اگر نبودی مردم زورمندی نمیکرد، مردم مثلا ای تو بالا منزلا جور نمیکرد، در فکر غریبان میشد. سخی محمد 13 سال است که زندگی خیلی ها ابتدایی دارد. 13 سال اخیر زندگی او زیر خیمه ها سپری شده است. او هرچند مشکل شنوایی دارد، اما میداند که در نهادهای حکومتی فساد بیداد می کند. اینجا کمان هم سالاری هست، اینجا زورور هست، رشوت خور هست، دگه این جلبش خدا بگیرند. حقوقدانان فساد در دستگاه قضایی را عامل اصلی این نابسامانی ها می دارند. می گویند اگر در دستگاه قضا فساد بیداد کند، اثرات منفی بر همه نهادهای حکومتی می گذارد. هر چیزی اگر گنده شود، ولی از اون نمک پاش میته و اگر نمک گنده شود دیگه باز جای برای اصلاح باقی نمیمانه. این فساد ارزشش در جامعه با چنین مثال است که اگر فساد در قضا باشه، معنی ای که کل جامعه را با خود فاسد میسازه. این اتهامات است که رئیس جمهور احمد زی نیز در نخستین روزهای آغاز کارش با آن اشاره کرد، اما دادگاه عالی کشور این اتهامات را همواره رد کرده است. 13 سال از ایجاد حکومت نوین در افغانستان گذشت. در این 13 سال مردم حداقل 4 بار برای انتخاب رئیس جمهورشان پای صندوق‌های رأی رفتند. در این 13 سال میلیاردها دلار جامعه جهانی به این کشور سرازیر شد، اما زندگی بسیاری افغان‌ها تغییر نکرد. هنوز هم هستند کسانی که در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند و دلیلش هم به باور مردم فساد گسترده در نهادهای حکومتی افغانستان است. نصرت پارسا، آریانا نیوز. تولید داروهای تاریخ گذشته در قندهار مردم را به بیماری های گوناگون دچار می کند. گزارش را دوباره بازپخش می کنیم. تولید داروهای تاریخ گذشته از کشورهای منطقه به ولایت قندهار باعث نگرانی مردم شده است. ریاست صحت عامه قندهار می گوید با وجود تلاش های زیاد هنوز هم موفق نشدند تا از تورید داروهای تاریخ گذشته جلوگیری کنند. با گفته ای مسئولان این ریاست، استفاده از این داروها مردم را به بیماری های گوناگون مبتلا می سازد. شلتن، تروختیر، بیکیفیت، غیر مجاز درمل، او پنزلستن، تروختیر و بیکیفیت غذای مواد را طول کردی و او داده اینن مو استاسی حوزور که اگر لمن زیو. شماری شهریان قندهار از حکومت می خواهند تا از ورود داروهای تاریخ گذشته از پاکستان جلوگیری کنند. ما در جا مستنی دولت سخدا ججت وقت در کندار در شهری پسپات کشتنه در چی داست زی پریور است چاقه در متاس پانه در شهریان و در سی وادوال و در زرار سپا بونه گرزی چه باید دی کمیاش کمیاش وگرزی جی رئیسا دواخانو که آر دای وگرزی جی او داغ دواغان را طولی که ویس و دلی یا توخانداران دواخانو دا اړوند د اوربانو مسولیت چې دا باید و بلټي وی ګوري همداسې به کیفیت دواګان خرڅيږي. مسؤلین صحت عامه قندهار و باشندگان این ولایت
با ابراز نگرانی از وارد ساختن دوره‌های بی‌کیفیت و تاریخ گذشته به این ولایت می‌گویند که در شماری از ولسوالی‌ها مردم به خدمات صحی نیز دسترسی ندارند. شنبه، پرونده فساد مالی کابل بانک دنبال می شود. به گزارش توجه کنید. محکمه سیناف کشور پرونده کابل بانک را دوبار مسترد کرده است. اکنون دادستانی کل کشور می گوید این پرونده پس از بررسی مجدد و درج نام قرضداران کابل بانک دوباره به دادگاه عالی فرستاده شده است و دادگاه عالی نیز دادگاه ویژه‌ای را برای قضیه کابل بانک ایجاد کرده است. دی کابل بانک دی بحران دوسیه دوباره افغانستان استر محکمه ته وسپارلسه او خزیری داده چې دی کابل بانک دی بحران دوسیه په خاطر دوباره زنګری محکمه جوړ سوی ده. زنګری محکمه په دې معنی چې په کار کې سرعت راسی. با گفتی وی بخشی از جایدادهای کابل بانک در داخل و بیرون از کشور تثبیت شده و کار برای تثبیت جایدادهای باقی مانده در 7 کشور جهان ادامه دارد. اشخاص افرادی که تا هنوز گرفتار نشدن یا فراری هستند، خواهش ما از اونایی است که اونا به افغانستان بیان به محکمه حاضر باشن. اگر حاضر نمی باشن جلسه غیابی است. اگر صادر شوه پس جلسه غیابی واجب التامین است. در هر کشوری که باشن اینا گرفتار میشن و حکم محکمه بالایشان تطبیق میشه بدون از اینکه اینا در محکمه حضور داشته باشن. سخنگوی دادستانی کشور بار دیگر هشدار داد افرادی که از سوی وزارت مالیه و بانک مرکزی ضمانت شدند در صورت حاضر نشدن به دادگاه ضمانت کننده های آنان مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرند. از فرمان رئیس جمهور برای بررسی کامل پرونده کابل بانک 2 هفته دیگر باقی مانده است. دادستانی کل می گوید تلاش زیاد صورت می گیرد تا در این مدت افراد باقی مانده بازداشت شوند و جایدادهای کابل بانک تثبیت شود. آب باریک در سرمای زمستان احتمال فاجعه آفرینی دوباره دارد. به گزارش توجه کنید. فرا رسیدن فصل سرما در ولایت بدخشان، زندگی باشندگان آب باریک ولسوالی ارگوی این ولایت را تهدید می کند. احمد جاوید جاوید، رئیس شورای ولایت بدخشان، وضعیت بی‌جاشدگان آب باریک را نگران کننده خوانده می گوید، برای بیش از 150 خانواده که پس از لغزش کوی آب باریک زیر خیمه ها زندگی می کنند، از سوی دولت شهرک رهایشی و سرپنا در نظر گرفته شده بود. اما تا کنون هیچ اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته است. این مردم در حالت دشواری به سر میبرند که واقعا نگران کننده است. از سال و خانواده زیاد از زیر خیمه تا هنوز زندگی میکنند و هیچ اقدامی هم از طرف دولت مرکزی هم به درجه صورت نگرفته تا اکنون. آقای جاوید میگوید بی‌جاشدگان با مشکلات نبود جای بود و باش، مواد غذایی و غیر غذایی و آب آشامیدنی روبرو هستند. مردم که در سر خود زندگی بکنه او البته با مشکلات مواد غذایی دچار است، البته زمستانی دچار است، آب آشامیدنی ضرورت داره. دیگه یک از چالش‌های عمده برای بی‌جاشدگان در ولسوالی ارگو قریه آباریک ولایت بدخشان است. این در حالی است که در ماه ثور سال جاری بر اثر لغزش کو در روستای آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان صدها خانه همراه با اهالی آن زیر خاک ماندند. افزایش سطح صادرات و واردات در بنادر کشور مخصوصاً در بندر حیرتان گزارشی داشتیم که دوباره بازپخش میکنیم. طولانی شدن نتیجه انتخابات افغانستان بر علاوه مشکلات اجتماعی باعث کاهش واردات و صادرات از بنادر افغانستان نیز شده بود. اما مسئولان تجارت و صنایع بلخ میگویند بعد از اعلام نتایج انتخابات تجارت دوباره رونق گرفته و میزان صادرات و واردات از بنادر افغانستان به خصوص بندر تجاری حیرتان در بلخ افزایش یافته است. شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع بلخ میگوید بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی میزان صادرات و واردات از شهرک بندری حیرتان 20-25% افزایش را نشان می‌دهد. زمانی که می دغدغه‌های انتخابات گرفت این سایه خود به سر موضوعات اقتصادی گذاشت که همین موضوع باعث شد که تا سطح واردات، صادرات و دوران کالاها در افغانستان پایین بیاید. با مجرد آمدن حکومت دولت وحدت ملی وضعیت اقتصادی
رو با بیبود است. سعید محمد تای روشنزاده رئیس صنعتکاران ولایت بلخ میزان صادرات از افغانستان را قناعت بخش ندانسته، از حکومت وحدت ملی میخواهد تا در قسمت حمایت از صنایع داخلی کشور و افزایش صادرات گام های عملی را بردارد. بخش عمده ما را صادرات میگیره. ما اگر صادرات داشته باشیم اسعار داخل افغانستان میاد. اگر صادرات ما رونق پیدا کنه و بسیار اجناس داریم که امروز بعضی کشورهای همسایه اعتماد نمیکنن از راه ترانزیت یا واگن‌ها رو برای ما اختصاص نمیدن، اگر اینا دولت در بخش ترانزیت ما در بخش قطار آهن یا واگن‌ها اگر اینا همکاری شه، ما میتونیم بسیار چیزایی داریم که در اروپا و در بخش جای دیگه برای صادرات آماده هستیم. مسئولان تجارت و صنایع ولایت بلخ میگویند بیشتر صادرات افغانستان را میوه خشک و تازه، صنایع دستی، قالین، هنگ، شیرین بویه و گیاهان طبی و واردات کشور را مواد خوراکی، مواد نفتی و چوب از کشورهای آسیای میانه و روسیه تشکیل می‌دهد. شاهراه هرات کندهار و کابل کندهار تخریب شده است. این شاهراه از اولین بزرگراه‌های بود که ساخته شد. گزارشی داشتیم که دوباره بازپخش می‌کنیم. شاهراه کابل کندهار و هرات کندهار یکی از دستاوردهای حکومت در 13 سال گذشته بود، اما از اثر جنگ ها و انفجار ها قسمت های زیادی از این جاده آسیب دیده است. با گفته راننده ها از لحاظ ناامنی رفت آمد در این مسیر دشوار است. غذای یو پول خراب دی وروره د پر پر غذای وروره شکوی خلک پیسیزم ډیره پیمانه خراب سوی دی هغه په بومونو الوزو ول سوی دی مرتګه د پولیس په برابر مرتګه چې د امنیت موسی مرتګه فرشت له لوس فرشت له امنیت. این افراد میگویند که سرقت ها در مربوطات غزنی و زابل صورت میگیرد و مسئولین غزنی و زابل میگویند که نامنی ها را در این منطقه حل میکنند و تا حد هم حل کردند. شاهراه کابل کندهار برای تجاران نیز اهمیت دارد که زیادتر اموال خیش را از این را انتقال می دهند. حال یک وقفه داریم، بعد از یک وقفه دوباره به گزارش هایی که در طول هفته اتفاق افتاده خواهیم پرداخت. یک شنبه، اولین جشنواره محیط زیست را روزنامه 8 صبح برگزار کرد. محیط زیست و آلودگی آن از چالش‌های نگران کننده در سطح کشور و جهان است. با گزارشی که داشتیم توجه کنید. روزنامه 8 صبح نخستین جشنواره فیلم‌های مستند 60 ثانیه‌ای محیط زیست را برگزار کرد که در آن وضعیت محیط زیست، عوامل آلوده شدن آن و راه‌های بیرون رفت از آن پرداخته شده است. در این جشنواره 9 فیلم به نمایش گذاشته شد و از میان آن فیلم مستند ساجق به عنوان فیلم برتر شناخته شد. برگزار کنندگان این جشنواره از وضعیت کنونی محیط زیست شهر نگرانند و دولت را به بی‌توجهی متهم می‌کنند. یگانه تهدیدی که می‌تونه به شر به خطر مواجه بسازه و در واقع خطر بزرگی در راستای زندگی بشر در آینده روی زمین باشه، محیط زیست است و چگونگی برخورد با محیط زیست. مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست وضعیت خطرناک شهر را می‌پذیرند و می‌گویند که برای پاک شدن شهر نیاز به زمان بیشتر است. آلودگی یک پروسه است که یک چیزی آنی نیست که دفعتاً زودی از بین برده شود، بلکه یک مدت زمانی را می طلبد. شهر کثیف است. پیش از این نیز رئیس جمهور احمد زی از آلودگی هوا و ناهنجاری های شهر کابل شدیداً نگرانی نشان داده است.
و همچنان وزیر فواید عامه به مجلس سنا فراخوانده شد. گزارشی را که داشتیم دوباره بس پخش میکنیم. کند بودن ساخت جاده‌های عمومی، بی کیفیت بودن پروژه‌های سرک‌سازی و کمبود حفظ و مراقبت از سرک‌های ساخته شده پای سرپرست وزارت فواید عامه را برای پاسخگویی به مجلس سنا کشاند. 50% آن با کمال تأسف بنابر عدم حفظ و مراقبت و برنامه درست تخریب و از بین رفته. سرپرست وزارت فواید عامه گفت تا 10 سال اخیر در مصارف اعمار سرک ها 4 میلیارد دلار هزینه شده است، اما در قسمت حفظ و مراقبت این سرک ها هیچ دونر حاضر نشده تا کمک و همکاری کند. وی گفت آنان با جلوگیری از اخاذی های روی جاده و گرفتن حق العبور عوایدشان را از 2 میلیون دلار به 40 میلیون دلار افزایش دادند که اکنون آنان توانه حفظ و مراقبت سرک ها را دارند. یعنی ما نمیتونیم که 10 ساله عقبمانی غیر حفظ و مراقبت سرک های افغانستان که در هیچ پلانی وجود نداشت در ظرف یک سال تکافو بکنیم، اما پلانایی که تنظیم شده امیدوار هستیم تا 2 سال آینده ما حاکمیت سر سرکای افغانستان پیدا کنیم. با گفته مقامات وزارت فواید عامه تا کنون در حدود 10000 کیلومتر سرک در افغانستان اسفالت شده و 4000 کیلومتر آن جغل اندوزی شده است. سه‌شنبه سفر رئیس جمهور به کشور چین برای 4 روز و گفتگو محور قراردادهای اقتصادی با این کشور. گزارشی را که داشتیم دوباره بازپخش میکنیم. رئیس جمهور احمدزی صبح امروز سه‌شنبه با شمار از اعضای کابینه کشور و نمایندگان مجلس وارد پایتخت پیجنگ چین شد. وی با استقبال گرم دولت این کشور روبرو شد. پس از آن در نشست رئیس جمهور احمدزی خواهان افزایش کمک‌های مالی و آموزش نیروهای امنیتی از سوی این کشور شد. چین و افغانستان با تهدیدات مشابه مواجهند و همین تهدیدات دو کشور را به همکاری‌های بیشتر وامی دارد. امیدواریم روابط افغانستان و چین عمیق‌تر و وسیع‌تر شده و همکاری‌های دو جانبه میان این دو کشور افزایش یابد. در پایان این نشست توافقنامه تقویت پیمان راهبردی بیجینگ کابل میان وزیران خارجه دو کشور، توافقنامه سیاسی رفع ویزی سیاسی، توافقنامه کمک‌های بشری، همکاری ها میان اتاقهای تجارت و صنایع به امضا رسید. در این نشست که رئیس جمهور چین و شماری از مقامات بلندپایه حکومتی چین اشتراک کرده اند و همکاری های دراز مدت این کشور به افغانستان تاکید می‌ورزند. چهارمین نشست وزرای خارجه روند استانبول که در چین برگزار می شود، نخستین گرد همایی بین المللی درباره مسائل افغانستان پس از تشکیل دولت جدید آن کشور خواهد بود و ما نیز مایل هستیم برای ثمر بخشی نشست و پشتیبانی بیشتر کشورهای منطقه و جامعه جهانی از افغانستان تلاش های لازم را انجام دهیم. قرار است رئیس جمهور 3 روز دیگر نیز در چین بماند و با شماری از سیاستگزاران این کشور دیدار کند. این نخستین روز 4 روزه کاری آقای اشرف غنی احمدزی در شهر بیجینگ چین است. او با همتای چینی خود توافقنامه‌ای را به امضا رسانید که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود. احمد فرشاد سالین، آریانا نیوز، بیجینگ چین. 1200 فابریکه صنعتی در 16 جریب زمین در پروژه کابل جدید، منطقه دهسبز کابل، سطح صادرات و واردات را برابر خواهد کرد. گزارش داشتیم که دوباره بازپخش میکنیم. از مشکلات انتخاباتی تا عقب ماندن کارهای اقتصادی، کار ساخت و ساز بیش از 1200 فابریکه صنعتی پس از 6 ماه تاخیر دوباره آغاز گردید. این پارک صنعتی در مساحت 661 جریب زمین در پروژه کابل جدید در منطقه دهسبز کابل اعمار می‌گردد. با ایجاد پارک های صنعتی میزان صادرات و واردات مساوی و اقتصاد افغانستان رشد نموده و به خودکفایی نزدیک می‌شود. اگر می‌خواهند که ما جای کار ایجاد بیشتر بکنیم، اگر می‌خواهند که موازنه بیلانس واردات صادرات ما با هم مساوی شود، اگر ما می‌خواهیم که کشور تولیدی باشیم، باید صنعت مایه شود. اتاق تجارت و صنایع میگویند با ایجاد فابریکه های صنعتی در کابل زمینه اشتغال برای تعداد زیادی از جوانان فراهم خواهد گردید. ما در ساحات زیادی توانایی از ایران داریم که نه تنهایی که تولید ما تقاضای داخلی افغانستان مرفوع خواهد ساخت، بلکه ما صادرات هم خواهیم داشت. گفته میشود فابریکه های پلاستیک سازی، مواد غذایی، دواسازی، صنعت چاپی، موبل فرنیچر، رنگ سازی، فلزکاری در پارک صنعتی در منطقه دهسبز کابل ایجاد می‌گردد.
در همین حال آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان نیز ایجاد چنین پارک ها را برای رشد سرمایه گذاری در کشور مهم می داند. کوشش اداره آیسا همی است که ما هر چی زودتر همی پالیسی اقتصادی را تصویب کنیم. با آنکه حکومت همواره از تلاش ها به هدف رشد سرمایه گذاری در کشور خبر داده است، اما برخی از بازرگانان بدین باور هستند که در جریان سالهای گذشته حکومت سهولت‌های لازم را برای تجار و سرمایه‌گذاران افغان در کشور مساعد نساخته است. اینجا دیسبز یا کابلی جدید است. گفته می‌شود که بیش از 1200 فابریکه صنعتی در بخش‌های مختلف در همین منطقه ساخته خواهد شد. به گفته مسئولان این فابریکه‌ها، با ساخت این فابریکه‌ها بیشتر از 100,000 تن صاحب کار خواهند شد. نعمت الله احمدی، آریانا نیوز، کابل. عدم مصرف بودجه انکشافی به صورت درست که نبود ظرفیت به عنوان اصل مشکل نشانی شده است، نگران کننده است. گزارشی داشتیم در این مورد که باز پخش میکنیم. عدم مصرف بودجه انکشافی یکی از مشکلات بسیار جدی در کشور است. وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که در سال روان نیز شمار زیادی از واحدهای بودجوی نتوانستند تا بودجه انکشافیشان را به گونه درست مصرف کنند، که نبود ظرفیت یکی از دلایل مهم آن است. به انکشافی غیر اختیاری که بیا مستقیما وزارتخانه مسئولیت لري چې په دې اړه جواب ووي، ځکه چې هغه پروژه مستقیما د ډونر لخوا نه تمویلیږي او باید کمکاری پکې ونشي، په خپل وخت سره تطبیق شي. بیا د دې نور لاملونه هم دي. په ډیرو وزارتونو کې د ظرفیت کمبود چې کافی ظرفیت نه لري. به اساس گزارش‌ها در سال 1393 مجلس نمایندگان 0%، وزارت دولت در امور پارلمانی 1%، وزارت داخله 2%، وزارت دفاع 19%، وزارت تحصیلات عالی 27%، وزارت فواید عامه 30%، وزارت انرژی و آب 31%، وزارت معدن 32%، وزارت معارف 34%، وزارت مالیه 38%، وزارت مخابرات 41%، وزارت زراعت و مالداری 46%، وزارت خارجه 49% و وزارت احیا و انکشاف دهات 54% بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند. با گفته مسئولان وزارت مالیه، در این میان نهادهای هم بودند که بودجه غیر اختیاری داشتند و نتوانستند که آن را به دست آورده و مصرف کنند. اعضای اتاق مشترک تجارت افغان امریکا نشستی را راه اندازی کردند. قرار است دهمین نشست افغان امریکا در واشنگتن برگزار شود. با گزارشی که داشتیم دوباره توجه کنید. اعضای اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا در کابل نشست را راه اندازی کردند. در این نشست سرمایه گذاران افغان برای دهمین نشست مشترک افغان امریکا که قرار است از 18 تا 20 قوس در واشنگتن برگزار شود آمادگی می گیرند. گفته می شود در نشست امریکا تلاش خواهد شد تا سرمایه گذاران امریکایی برای سرمایه گذاری در بخش های معادن، ساختمانی و برق تشویق شوند. اکثرا همه شرکت های مشترکی که سرمایه گذاری مشترکی که در افغانستان بین امریکا و افغانستان می بینیم نتیجه متنفرانس بوده. همه سکترهای مختلف ما در کانفرانس های سالانه خود که مچ میکن کانفرانس است، در این ما فوکس می داشته باشیم و پروگرام های دیگه هم در طول سال می داشته باشیم که مخصوص سر یک سکتر خاص فوکس خاص می داشته باشه. این در حال است که حکومت وحدت ملی در آغاز کارش وعده سپرده بود که یکی از برنامه‌های نخست این حکومت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خواهد بود. این بود برنامه آدین روز زیربنای امروز که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعدی که دوباره با گزارش‌ها و خبرهای مهم اقتصادی هفته در خدمت شما قرار می‌گیریم، شما را به خداوند می‌سپاریم. بدرود.